ندادن. بعد هر وقت اسم حقوق داره میبری میگن آقا تا فعلا تو اطلاع ثانویه تعطیل. بعد هم نگاه که آقای حسنپور به ما رفته طرف کارفرما رو گرفته با اینکه نماینده شهر مایه حاضر نشده به اینجا به داد ما برسه، رفته مستقیما طرف اونا به ما میگیش نامه معذرت خواهی بنویسین تا آقای دکتر بیا کارخونه فعال کنه. بله اینجا فکر 450 خونوار نمی کنه، چه کار دارن میکنن با 1500؟ ببینید چیه رایش هم از ما جمع میکنه، رایش هم مال ما هست، واقعا متاسف هم رای داریم، یعنی حیفه به قرآن یه اصلا واقعا برا همشهری هایی که دستن در کار این شهرن واقعا متاسفیم، واقعا به حال سیجوه که به حسن پور رای دادن متاسفیم. از دیروز اینجا اعتصاب کردیم، نه اینجا وایستادیم ما بیچارگی ما اثر حسن پور، شرکت تعطیل بوده، یعنی شرکت تعطیل کردن، ما خونه بودیم، اطلاع رسید که روغنای دارن خارج میکنن، ما میدونستیم که اگر روغن خارج بشه دیگه دستمون به پولی تا شبهد نمیرسه، ناچار شدیم از دیروز، حتی یه تعدادی از بچه‌مون تو سرمای دیشب اینجا گرفتن خوابیدن که روغن حداقل خارج نشه، دستمون شبهد به چیزی بند به روغن بند. اولین از مسئولش که اومده دیروز اینجا، مسئول فقط اطلاع زرد و نوشاب بوده اون، نه از فرماندار، ما برج نو اولین بچه‌ها دیگه اینجا خسته شدن، کسی جوابشون نبود، اومدن دستگاهی که حضور غیاب ثبت میکنه انگوش با انگوش ثبت میشه برداشتن، بعد دو ساعت هم زیر بارون بودن، رئیسات کشیدن داخل، بقیه بچه هم بیرون، کسی توجه به بچه ها نکرد، رفتن که فرمانداری اینا بچه ها حضور با هم رسوندن. اولین ورودی که ما داخل دفتر آقای باعدینی شدیم میدونی چی گفتن با رئیس پلیس اطلاعات اینا؟ گفتن تا حالا شده با ما مراجعه کنین که بگن ما حق اون نمیدن، وقت ما اگه حقتون نگرفتیم ندادیم شما دیگه حق به جانب شما بود، چرا اختصاصش و این چیزای که بچه‌ها هیچ گونه کار اختصاصی تو کارشون نبود، همه رفتن کنار پارک بنفشه و داخل پارک اونجا حد شو نشستن که نخواستن لطمه به شهر و این چیزای وارد بشه، ولی متاسفانه مسئولین پشت مار خالی کردن، هیچ اقدامی برای ما انجام ندادن، فقط همینجوری دوستان میگن به خاطر حرف نماینده شهر همه کشیدن کنار.